دم بدم برهم دم بر گل خوشبوی محمد سلام الله فرمایی جزاکم الله خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مردم بسیار دوست داشتنی و عزیز، مهمان نواز و دین دوست چابهار، الله رب العزت بر همه ما فضل فرمود و کرم کرد و لطفش شامل حال این بنده حقیر و طلبه کوچک و شما مردم عزیز شد که لحظات را الله تعالی توفیق عنایت فرمود که در این خانه خدا و در این سجدگاه بیاد او بشینیم و از پروردگار تذکره بکنیم و از دین او یاد بکنیم. این سعادت به دست ما نیست، این سعادت به دست رب العالمین هست. وقتی که نظر لطف شامل حال انسان بشود ولو برای لحظات کم، برای وقت مختصر، انسان را توفیق عنایت می کند که نام او را بگیرد و از او یاد کند و تذکره و یاد هدف زندگی، مقصد زندگی مشغول باشد.
جا دارد بنده تشکر کنم از شما مردم عزیز که دست از کار کشیدید و تشریف آوردید و در خانه خدا قرار گرفتید و مهمان نوازی کردید و خصوصا و بالاخص تشکر کنم از حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا چابهاری حفظه الله تعالی که با کسالت با علالتی که دارن ایشان بزرگواری کردن و لطف فرمودن و بعد توی جلسه نشستند که واقعا در محضر ایشان و مجلس ایشان و شما مردم با فرهنگ و با سواد حرف زدنم کار آسانی نیست. شکر گزارم از حضرت مولانا حفظه الله و سلمه الله و ایده الله و از همکاران بسیار صمیمی گرامی و دلسوز ایشان که امروز هم مدیران مدارس و اصحاب مدارس مهمان حضرت مولانا و عزیزان بودند در مدرسه جامع الحرمین الشریفه و با محبت و آغوش باز و دل باز از مهمانانشون پذیرایی کردن و این جلسه مختصر و نشست مختصر به دنبال همون نشست امروز هست که در مسجد جامع الحرمین شریفین کلام و صحبت بسیار مختصری است و یادآوری است و در پایان چند جمله نیایش هست و چند جمله دعا است. از همه شما درخواست دارم و تقاضا می کنم که به این دعای بنده ناچیز آمین بگید که پروردگارا ربا از ذات یگانه درخواست داریم که این نشست را به بارگاه خود قبول بفرما و در جهت رضامندی خیش و وجه خود این را قبول بفرما و آنچه که بنده جزئیت و می خواهد کلماتی را عرض کند چیزی را به زبان من بیاور که مایه رضامندی تو و خوشنودی تو باشد و به نفع و خیر و صلاح دین و دنیا همه من قرار بگیرد. آمین. سروران گرامی و اقشار مختلف که در این محفل حضور دارند و تشریف آوردن درد آن است که امروز جامعه اسلامی بلکه جامعه جهانی و بشری همه احساس می کند که در زندگی با مشکل مواجه است، با درد مواجه، با بنبست مواجه و احساس ناکامی میشه توی زندگی ما که ما انسانیت و بشریت و جامعه انسانی امروز در برنامه های خود با ناکامی مواجه است. جامعه اسلامی که بیش از همه این ناکامی را احساس می کند و همه ما می بینیم که جامعه اسلامی با چه مشکلات مواجه است. اختلاف انقدر فراوان هست و انقدر بین مسلمانان زیاده که حتی به مرز درگیری های فیزیکی هم کشیده است و مسلمانان با هم درگیرند در بسیار بلاد و مسلمان مسلمان هم میکشه. خیال میکنه
که مسلمان اگر مسلمان کشت و از سر را برداشت مخالفین خود را، دیگر را زندگی راحتی میتوانه داشته باشه، در حالی که هرچه جنایت و گناه انجام بگیره مشکلات بیشتر میشه. درگیری های فرقه‌ای در دنیا فراوان شده و موج میزنه، درگیری های مرزی، درگیری های قومی، درگیری های زبان، رنگ و پوست، درگیری های سلیقه‌ای، انواع درگیری ها و انواع مشکلات امروز جامعه اسلامی را چنان فرا گرفته که مسلمانان نمیتوانند بشینند با هم و مشکلاتشون را حل بکنند. انقدر امروز مشکلات مسلمانان و تشتت و تفرق و فراکندگی در میان مسلمانان هم شده است که حتی مسلمانان کشورهای اسلامی و جامعه اسلامی توانایی ندارد که مشکلات خودش را با نشست با تفاهم مشکلات خود را حل بکند. متوسل میشن مسلمانان به قدرت ها، متوسل میشن به جهانیان، متوسل میشن برای حل مشکلاتشون و قدرت ها دنبال منافع خود هستند و هرگز حاضر نیستند که مشکلات مسلمانان حل بکنند، و اگر حل می کردند تا حالا مسئله فلسطین حل شده بود. اما مسئله فلسطین ثابت می کنه که دنیا تمایل ندارد مشکلات مسلمانان حل بشه، می خواهند روز به روز مسلمانان بیشتر گرفتار بشن، درگیر بشن، مصر درست بشه، شام و سوریه برای مسلمانان به وجود بیاد، مشکلات در عراق و در بحرین به وجود بیاید و این مشکلات در تمام بلاد اسلامی فراگیر بشود. حتی میخواهند در ایران مشکلات درست بکنند و مسلمانان را میخواهند درگیر بکنند، اما انطور که در پاکستان درگیر کردند، در افغانستان درگیر کردند و مسلمانان همه جا با بن‌بست و مشکلات مواجهند. سیاست مداران و صاحبان اندیشه و عقل هم توی این میدان ماندن که چیکار بکنن، اندیشمندان هم راهی نمی بینند و احساس بن‌بست می کنند که چیکار باید کرد و چگونه باید عمل کرد. اما سروران گرامی، وقت نگاه ما به کتاب الله بیندازیم، به کتاب خدا برگردیم و به سنت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم برگردیم، میبینیم که نسخه توی جیب خود ما موجوده، نسخه نجات و نسخه حل، نسخه علاج این امراض، این اختلاف و تشتت و تفرق و فراکندگی، علاج این ناامنی ها و علاج این ناکامی ها و بن‌بست برای همه جامعه اسلامی، برای همه اقوام، برای همه مذاهب و برای زندگی خانوادگی و فردی تا زندگی اجتماعی و کلی، این نسخه در خود جیب ما موجوده، در کتاب خانه ما موجوده، این نسخه در مسجد ما موجوده. ولی افسوسی که مسلمان به این توجه نداره و مسلمان علاجش را میره در سازمان ملل میگرده، میره و در شورای امنیت، به سراغ شورای امنیت میره برای حل مشکلاتش، به جامعه جهانی مراجعه میکند برای حل مشکلاتش. اما مشکلات مسلمان، حل مشکلات مسلمانان با خود مسلمانان همراه است. اگر مسلمان برگرده به اون نسخه که خدا به او عنایت کرده است، قرآن عظیم الشان، به نسخه قرآن برگرده، به تعلیم زیبای رحمت للعالمین برگرده صلی الله علیه وسلم، مسلمان به اصلش برگرده، مسلمان به این نتیجه میرسه که این مشکلات حلش با من هست
و من با کتاب خدا هست و با سنت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم هست، با آموزها و تعلیم زیبا و مبارک اسلام هست و علاج کل مشکلات مسلمان به همینه. اگر مسلمان برگرده به قرآن عظیم الشان، برگرده به الله رب العزت و الله را به دست بیاورد، محبت خدا را در دلش جا بده و مسلمان به خدا گرویده بشه، مسلمان تا فرمان بردار رب العالمین بشود. همانطور که صحابه رضوان الله تعالی لمجمعین گفتن سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، علاج کل دردهای ما و بنبستهای ما و ناکامیهای ما و سردردیهای ما در همین یک نسخه یک نقطه موجوده. سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. مسلمان اگر سرافا گوش بشه همچنان که صحابه سرافا گوش شدن و قرآن عظیم و شان را شنیدن، فرمان خدا را شنیدن و جواب دادن که سمعنا، خدا ما شنیدی گوش کردی و اطعنا، پروردگار ما اطاعت کردی. نه تنها گوش دادنی که ثمره داشته نباشه، سمعنا كما سمعنا، نا ما سمعنا نا بلکه سمعنا، سمعنا یہ کہ پشت سرش اطعنا، صحابہ فرمیدن ما شنیدیم و فرمان بردیم، شنیدیم و اطاعت کردیم و فروردگارا از مغفرت تو را می خواهیم و عفو تو را می طلبیم. اگر از ما کوتاهیست، اگر ما تقصیری، ما از ذات یگانه تو معذرت خواهی میکنیم. صحابه رضوان الله تعالی مجمعین از راه تسلیم شدن در مقابل فرمان خدا و رسول، از راه اطاعت و فرمان برداری، صحابه رضوان الله تعالی مجمعین همه مشکلات خود را پشت سر گذاشتن، همه ناکامی ها را، همه بنبست ها را، همه گره ها را از زندگیشون باز کردن، همه بنبست ها را از سر را برداشتن. صحابه در عصر زندگی می کردن عزیزان من که همه جهانیان و دنیا دشمنی اونها بود و همه خواستن نور خدا را خاموش کنن، همه خواستن اسلام ناکام بشه، حضرت رسول صلی الله علیه وسلم با ناکامی روبرو بشه، مسلمانان قتل عام بشن، کشته بشن، از هستی برداشته بشون. این جماعت بسیار کوچک و این جماعت بسیار مختصر در شهری که امکانات نداشت مدینه منوره و در جایی که مسلمانان انواع شکنجه را تحمل می کردن مکه مکرمه، اما با سمعنا و اطعنا، با فرمان برداری و اطاعت و اعتقاد و ایمان و عمل به شریعت و عمل به سنت زیبای حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بر دنیا فاتح شدن، مشکلات را از سر راه خود برداشتن و به کامیابی مطلق و کامل نائل گشتن صحابه رضوان الله تعالی مجمعین. اینها سلف ما هستن، اینها پیشوای ما هستن، الگوی ما حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و الگوی ما بعد از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم صحابه رضوان الله تعالی مجمعین. ما به زندگی صحابه برگردیم که صحابه به کجا رسیدن، به چه نقطه رسیدن، به نقطه اوج رسیدن که روم و ایران هم فتح کردن و به اسلام داخل کردن، دو تا قدرت بزرگ در مقابل اونها تسلیم شد و زانو به زمین زد و هدایت شدن. غیر از این بود که عمل کردن به قرآن، صحابه چه چیزی داشتن غیر از قرآن، غیر از تعلیم زیبایان حضرت و اتباعیان حضرت، غیر از ایمان کامل دیگه کدام نیرو با صحابه بود؟ بم اتم داشتن، سلاح مجهز روز را داشتن، از لحاظ امکانات مادی
برخوردار بودند و برتری داشتند و سرشار بودند. نخیر عزیزان من، صحابه سلاح ایمان داشتند، صحابه سلاح عمل داشتند، عمل صحابه قوی بود، ایمانشون قوی بود، صحابه اخلاقش صحابه وارسته بود، صحابه تزکیه شدند، اصلاح شدند، به وارستگی رسیدند، صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کامیاب شدند. مسلمان امروز غیر از راه حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میخواد سعادت جستجو بکنه، غیر از راه صحابه، غیر از آموزه قرآن و تعلیم قرآن و غیر از تعلیم سنت. عزیزان من، مسلمان برای همین خاطر در کارش امروز ناکامه و با مشکلات عدیده و مشکلات زیاد مواجه است. امروز مسلمان به جای رسیده است عزیزان من که احکام بزرگ خدا از دست او ضایع میشه. وقتی که حکم خدا را بنده علیه عزبالله بشکنم، از دست من شکسته بشه، فرمان صریح رب العالمین، امر اکید پروردگار، مسلمان امروز بشکنه و از خدا نافرمانی بکنه، بعد عزیزان من اگر خدا او را به عذاب گرفتار نکنه، این فضل رب العالمینه و این کرم خدا خواهد بود، نه این حق ما باشد. امروز مسلمان به قرآن برگردد باید تا ببیند که در قرآن چه وعده های موجوده. وقتی قرآن تلاوت میکنید شما میبینید که الله تعالی میفرماید ولو انهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الله می فرمائے چه آیه اشتباه فهمیده شو، ولو انهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. بله عزیزان من، الله می فرمائے اگر شما ایمان بیاورید و ایمان شما قابل قبول بشه، ایمان قابل قبول داشته باشید، و اگر شما بترسید از خدا، راه فرهیزگاری را اختیار بکنید، نافرمانی خدا را انجام ندید، از خدا فرمان ببرید، اطاعت کنید، سمعنا و اطعنا بگید، بشنوید و فرمان ببرید، گوش به فرمان باشید. اگر شما ایمان بیاورید و فرهیزگاری را اختیار بکنید، برکات آسمان و زمین من بر سر شما باز میاد. آیا کسی فکر میکنه که قرآن خلاف میگه علیه عزبالله یا وعده خدا خلاف میشه؟ ان الله لا یخلف المیعاد. ولهذا عزیزان من، قرآن عظیم الشان وعده های مختلف داده، ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیهم من ربهم لا اکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. اللہ به اهل کتاب گفته که اگر ایمان صحیح داشته باشند، اقامه کنند و برفا بدارند تورات و بر تورات عمل کنند و بر قرآن عظیم الشان، از بالا و پایین الله روزی بر اونها میدهد. الله رب العزت برکات آسمانی و زمینی را بر مسلمانان نازل میکند اگر مسلمانان برگردن به کتاب خدا و برگردن به عمل، برگردن به ایمان، ایمانشون را تقویت کنند، ایمان قابل قبول بشه، اخلاقا نیک بشه، رفتارا نیک بشه، عامل به شریعت بشن، عامل به دین بشون، الله تعالی همه مشکلات اونها را وعده داده که حل میکنه. الله با مسلمانان، الله با مؤال ایمان، با مسلمان تا زمانی که مسلمان مسلمان بشه، یعنی فرمان ببره و تسلیم بشه. خدا با ماست اگر ما با خدا باشیم، و اگر ما فرمان خدا را نقض کردیم و شکستیم و نافرمانی کردیم، اگر ما کتاب خدا را اطاعت نکردیم و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم را نادیده گرفتیم، بعد چه عزیزان من؟ خدا با ما خواهد بود؟ خدا با ماست اگر ما با الله باشیم. عزیزان من، الله وعده داده بر ایمان،
ایمان قوی، ایمان قابل قبول و ایمان صحیح و بر اطاعت و فرمان برداری، بر تقوی و فرهیزگاری وعده پیروزی داده است. امروز در جامعه اسلامی چقدر سروران گرامی نافرمانی موجوده. من هرگاه نماز یاد میکنم من ترس میگیره عزیزان، من اون پریشان میشم، من نگرانم حقیقتا. کسی باشه که این نگرانی بنده ناچیز را علاج بکنه، و او اینه که من فکر میکنم امروز ما توی راه بودیم، نماز صبح خواندیم، از کنار روستاهای رد شدیم، این زیر گذشت که خدایا در این روستاها چند نفر نماز خواندن و چه تعداد زن و مرد نمازشون قضا شد و اینها نمازشون ادا نمی کنند، در حالی اینها مسلمان، اینها بلوچ از قوم ما هستند، اینا مسلمان. بفرسید میگه مسلمانه، بفرسید میگه من انتظار مغفرت خدا را دارم. اما امر الى امر صریح پروردگار که از ارکان مهم دینه، بنی الاسلام على خمس: شهادت ان لا اله الا الله، و اقام الصلاة، و ان محمد رسول الله، و اقام الصلاة. نماز دومی رکن اولی شهادت لا اله الا الله و محمد رسول الله، و دومی نماز، سومی زکات، روزه و بعد حج. اولی رکن بعد از ایمان نماز، و نماز امروز ضایع توی جهنم. مردم عزیز چابهار، چه اندازه نماز امروز، نماز صبح در شهر من و شما قضا میشه، چه اندازه نماز صبح در زایدان قضایه، در استان ما قضاست، و ما چه جوابی به بارگاه رب العالمین بدیم؟ ما نگرانیم که قوم ما یک وقت خدای نکرده به عذاب خدا گرفتار نشود. الله شما را و ما را از عذابش نجات بده. ما عذاب را به چشم میبینیم، میبینیم جریان فلیفین، عذابی که الله در فلیفین آمد، هوای به سرعت 300 کیلومتر طوفان آمد، 300 کیلومتر سرعت هوا باشه، شما میدانید که چه تباهی میکنه. هزاران نفر این هوا تلف کرد و نابود کرد و کشت. زلزله در پاکستان، زلزله که در خود بلوچستان آمد، ولی فضل رب العالمین شامل حال ما شد و لطف و کرم، هشداری بود برای ما، الله به هشدار اکتفا کرد و ما را تلفات نداد. ولی مردم عزیز پاکستان تلفات دادند، بلوچستان پاکستان هزاران نفر کشته شد، تعداد دقیق من نمیدانم، و ده ها و صد ها خانه ویران شده و مردم سر آفتابند توی بیابانند، برای یک کفر نیازمندند. یک کفر ارزش چه اندازه اگر فراموش نکردم، گفتن 1,000,000 تومان یک کفر درست میشه. بهترین کمک برای این مردم اینه که کسی یک کفر بسازه و بده بگی شما اینجا زندگی کنی. حالا کسانی رفتن اونجا و از اینجا بررسی کردن وضعیت این زلزله شده ها را، اونو رسیدگی از جای نشده بینه منطقه ایست که حالا ممکنه دولت پاکستان بهانه نامنی را میکنه اونجا. عزیزان من، نماز اگر قضا باشه و انسان نماز قضا بکنه با عذاب قبر، از اینجا الله فضل کرد، بعد بره در قبر با مشکلات مواجه میشه. این عزیزان ما هستن که برن در قبر، ما و عزیزان من خدای نکرده به عذاب گیر بکنه. چرا یه حلی سروران گرامی ما داریم برای این مریضیه که امروز به نام کاهل نمازیه، سستی در نمازه، سستی در اوامر و دستورات فروردگاره. مسلمان جرأت کنه این اندازه که حکم صریح خدا را که در قرآن آمده، در نصوص صریح آمده بشکنه. صبح مساجد خالیه و جماعت بسیار کمه و مردم به جماعت نمیرسن، و یا نماز اگر بخوانن در خانه به مسجد نمیرسن، پنج وقت به مساجد به خوبی نمیتونن مردم برسن، جمعه همو وقت نماز میایم به نماز ملحق میشوان، در حالی که جمعه برای
عبادت هست نه برای استراحت. ما باید زود بیاییم تا ثواب قربانی شتر یا گاوه به ما برسه، نه در آخری لحظه که ثواب تخ مرغ باشه یا پرشتگان جمع بکنند دفاترشون را و فقط نماز ادا بشه و او ثواب قربانی به ما نرسه، ثواب صدقه به ما نرسد. مسلمان امروز نسبت به امر دینش بی توجه هست، او توجه را قائل باشه، اهمیت را قائل باشه. سروران گرامی برای دینش، برای نمازش، مادران و پدران، برادران بزرگتر نسبت به فرزندان و خواهران و برادران کوچکتر کم لطفی میکنن، توجه به نماز اونها ندارن، به دنیای اونها، به زندگی اونها توجه است، اما توجه به دیانتشون نیست. در حالی که بدون دیانت انسان نمیتونه نجات بگیره، انسان نمیتونه موفق بشه در زندگی. امروز هزاران گناه توی جامعه موجوده، نافرمانی انقدر زیاده، از حقوق انسان گرفته تا حقوق الله مزایا. حقوق انسان ازایه پدر و مادر مینالن، از فرزندانشون که به حقوق اونها توجه نمیشه. چقدر مادران درد دارن، چقدر پدران درد دارن، عمو و عمه، خال و خاله، برادران بزرگتر، برادر و خواهران چقدر ناله دارن از اینکه قرابت رعایت نمیشه، خویشاوندی، حق همسایگی اونطور که باید و شاید رعایت نمیشه. حقوق انسان طلبکار میناله، بدهکار میناله، شریک میناله، در حالی که اسلام چند از تاکید داره به حقوق انسان ها، حقوق بشر. و اسلام پیش رفته از همه مجامع بین المللی و حقوق انسان، کشورهای دنیا و حق بشر، اسلام بیشتر از هر کسی حق قائله. اگر بررسی بشه ما میبینیم که اسلام حق قائله که دنیا و حق برای بشر قائل نیست. کرامت بشر، حرمت انسان است. امروز انطور که باید و شاید رعایت نمیشه و حق الله تعالی زایه. الله با اون مقامش، با اون بزرگی و عظمتش چیزای را حرام کرده و امروز محرمات سریع در جامعه ما شکسته می شود. الله منو شما را نجات بده. حرمت شکنی میشه، مشروبات الکلیه عزیزان من، رشوه، ربایه، مال مردم خورده میشه، بر آبروی مردم تعرض میشه، غیبت، دروغ، عهد شکنی، خیانت در امانت. چه دین مقدس و پاکی الله تعالی به ما عنایت کرده، چه دستورات زیبا داده است. اگر این دستورات واقعا رعایت بشن، دنیا بهشت میشه. الله دنیا را برای ما بهشت میکنه و در عهد صحابه دنیا بهشت بود. واقعا الان کسانی که به مکه مکرمه و مدینه منوره سفر میکنن، یک تعبیرانه که اگر در دنیا بهشت موجوده، مکه مکرمه است، مسجد الحرام و حرم مطهر است، مطهر است و مدینه منوره او روز عهد صحابه و عصر صحابه و حضرت، واقعا دنیا بهشت بود، چرا که همه انسان ها رعایت میشد و نافرمانی خدای عز و جل نبود. و امروزی قد گناه زیاده، نافرمانی زیاده، خلاف زیاده. عزیزان من این مسائل امروز که سبب شدن پریشانی بیاید، همین سببی قتل خون ریزی که امروز رخ میده و شما میشنوید مردم کشته میشه، این قتل ابتدا به ساکن نیست، این قتل بعض انجاند که این انسان گناه کردن، ما گناه کردیم، از خدا غافل شدیم، این گناه منجر شده که از نسل ما خونه بریزی علیه عزو بالله، قتل انجام بگیره. و یقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. معلوم میشه که اسیان، نافرمانی و گناه
وتأدي وتجاوز بحقوق الله وحقوق ديگران این سبب قتل ان میشه که قتل در دنیا به وجود می آید، نافرمانی به وجود می آید. تنها و تنها رایه العزیزانه که ما برگردیم به کتاب خدا، برگردیم به سنت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، برگردیم به این قرآن عظیم و شان، این کتاب پروردگار، که این کتاب واقعا کتاب بیمانندی است، بی مثلی است، کتاب انسان سازه، انسان انسان واقعی میکنه و بشر بشر واقعی میگرداند و ما را به درجه بلند میرسانه و سعادت دنیا و آخرت را برای ما در بر دارد، عزت ها را از دست رفته را به ما بر میگردانه و در دنیا قومی که ایمان داره و عمل صالح میکنه معززه. فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون لا يعلمون. عزت از آن پروردگار و از آن رسول الله و از آن مؤمنین. عزیزان من کجاست این عزت که از آن مؤمنین؟ این عزت زمانی است که مسلمان مؤمن مسلمان باشه و به اقتضای ایمان عمل بکنه و از خدا فرمان ببره و اطاعت کنه. سمعنا و اطعنا و غفرانک ربنا و الیک المصیر. ما تا زمانی که به کتاب خدا برنگردیم و ملت مسلمان برنگردیم و توبه نکنه و زندگی مسیر زندگی را تغییر نده و رجوع الله نکنه و بین خودش و بین خدا تصفیه نکنه، مشکلات مسلمان، پریشانی مسلمان، غم مسلمان، بنبست مسلمان از بین نمیره. ما باید به الله رب العزت امروز تنها راه نجات همه بشریت و راه نجات برای عالم اسلام، تنها دوا، تنها نسخه، تنها راه حل همینی که مسلمان برگرده به خدا، برگرده به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، زندگی اشرا مسلمان تطبیق بده با قرآن عظیم الشان و شریعت مطهرا و شریعت بیضا و شریعت غرا. مسلمان اطاعت کنه، فرمان ببره، پایبند باشه. الله رب العزت مسلمان نصرت میکنه. شما بدونید عزیزان من تنها رای نجات من و شما تقواست و فرهیزگاری از هر نافرمانی و گناه. ما تا زمانی که رای پریزگاری را اختیار نکردیم داره مشکلیم، اما اگر پریزگاری را اختیار بکنید شما در دنیا هم مسئولید از عذاب الهی، از شکست و بس، و هم قیامت همین پریزگاری است که شما را به بهشت میبره. از تمام دسیسه ها، از تمام توطئه ها، از تمام نقشه های شوم شیاطین جنی و انسی روزی ما محفوظ میشیم و مسئول میشیم که ما مسلمان واقعی بشیم، رجوع به الله بکنیم، در دل من خدا را بیاوریم جا بدیم، در دل من محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را جا بدیم، در دل من اسلام و دین جا بدیم و عزیزان من زندگی سالمی را در دنیا داشته باشیم. مردم عزیز همین زلزلهی که در سراوان آمد، اینان همین زلزله در بلوچستان پاکستان آمد، اما همین کلمات به زبان می آمدن زبان بازه که همین قرآن عظیم الشان، تلاوت قرآن، همین حرکاتی که جماعت تبلیغی داره، همین کاری که در مدارس دینی و حوزه علمی انجام می گیره، فضل الهی و رحمت خدای عز و جل به خاطر قرآنش، به خاطر همین عمل کم و بیشی که موجوده الله عذاب خود را نازل نکرد، تلفات نشد، نقصان و ضایعات پیش نیامد، الله نجات داد. من و شما تنها و تنها میتوانیم نجات بگیریم از آفات دنیا و آخرت که به خدا برگردیم، ولهذا ما باید رجوع بکنیم به الله عزیزان من و توبه بکنیم از همه گناه. همه عزیزان، جوانان عزیز، دانشگاهیان، فرهنگیان، برادران، مادران و خواهران،
همه و همه در هر جای کسی هست، از هر طبقه هست، در هر قسمتی مشغوله. رجوع به الله رب العزت بکنیم و از گناه و نافرمانی دست بکشیم، خلاف خدا و رسول را مرتکب نشیم، با خدا و رسول خیانت نکنیم. تمام شما در امان بمانیم، در حفاظت بمانیم. و من مطمئنم این ایمان بنده هست و اعتقاد بنده و حاضرم بر این سوگندم یاد بکنم، من اعتقاد دارم که اگر ما پایبند حکم خدا باشیم و دستور الله رب العزت باشیم، تمام معضلات ها و مشکلات ها و بوم بستار خدا و سر را برد می داره و ما را در حفاظت خود قرار می دهد و ما می شیم فیروز میدان. دنیا ما آباد می شیم، آخرت ما آباد می شیم، مشکلات دین و دنیای ما حل می شود. و نقطه دیگری که خدمت شما عرض بکنم آن است که به هر حال ما باید مراکز علمی را تقویت کنیم و به علم رجوع کنیم. هم دین و هدایت بسیار مهمه و حیاتی و هم علم و دانش. امروز اصحاب مدارس جلسه‌ای داشتن و الحمدلله این مدارس نعمت بزرگی هم و اینها احسان بزرگ رب العالمین برای ملت ما هستن، مراکزن که در آن کتاب خدا و سنت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، علوم اسلامی و علوم شرعی در این مدارس تدریس می شود. این مدارس برای شما حیاتی هستند، برای من و شما مهمند. نقش این مدارس در ساختن جامعه، در سازندگی معنوی و ظاهری بسیار مؤثر و مهمه. الحمدلله در منطقه این مدارس نقش بسیار مؤثری داشتن الحمدلله در هدایت مردم. ای علماء، علمای صالح، علمای با خدا، دعاهای این علماء، تلاش این علماء برای من و شما خیلی مؤثر واقع شده است. لذا این مدارس باید حمایت بشن. جوانان عزیز ما درس دینی بخوانن، مدارس رجوع کنن، علوم شرعی را کسب کنن، علوم اسلامی را کسب کنن و هم علوم روز برای ما بسیار حیاتی هست. دانشگاه ها نقش بزرگی دارند، دانشگاه خیلی مؤثرند و بدون این هر دو علم، علم روز و علم شریعت، جامعه ما نمیتواند بالندگی داشته باشه، پیش بره و ترقی کنه جامعه ما. ما به ترقی دنیا و آخرت، پیشرفت دنیا و آخرت به وسیله این هر دو علوم میتوانیم به هر دو بال، یعنی دوتا علم دوتا بالا. گاهی گفته میشه که یک بال دینه و یکی بال علم، علم روز باشه یا علوم شریعت باشه. به هر حال با این دو بال علمی ما میتوانیم پرواز بکنیم، هم در دنیا و هم در آخرت. بسیار کشورا که از لحاظ علم روز خیلی پیشرفت و توسعه یافته هستند، دنیا را آباد کردن ولی آخرتشون سخته و ویران شده است، تا بمیرن به عذاب خدا گرفتار میشن. اروپای امریکا است و دنیا است، از لحاظ علم اینا پیش رفته هستن، توسعه یافتن از لحاظ صنعت، از لحاظ دنیا اونها توسعه حاصل کردن، اما از لحاظ معنوی خداشناسی توسعه یافته نیستن، بستن. و لحاظ به مزید که بمیرن اینا با بومبست مواجه می شوند، اینا با بومبست روبرو می شوند، از لحاظ اخلاقی سقوط کردن، از لحاظ معنوی سقوط کردن، از لحاظ اعتقاد، اخلاق، عمل با بومبست مواجه هم، با شکست مواجه هم، به عذاب خدا گرفتار می شوند. لیکن مسلمان می توانه فیروز میدان در دنیا و آخرت باشه. دنیا اشرب بسازه، آخرت اشرب بسازه، هم اخلاق اشرا، ایمان اشرا، عمل اشرا میتونه بسازه، به خدا برسه و هم میتونه دنیا اشرا بسازه. ولحاظ عزیزان برزندانتون را برای تحصیل بفرسته، از مدارس آموزش و پرورش، از دانشگاه ها، مدارس علوم
عزیزان من استقبال کنید با فرزندان تو، هزینه کنید بر فرزندان تو و برای تحصیل بفرستید. ما نیاز داریم به این هر دو علم و این ها ضرورت جامعه ما هستن و بدون اینها جامعه ما ترقی نمیتوانه بکنه. و توصیه میکنم، تاکید میکنم این مطلب را که به هر حال مدارس حمایت کنید. ماشاءالله این مسجد شما هزینه کردید، کمک کردید، زحمت کشیدید، آثار ماندگار اینجا موجوده، الله تعالی به بارگاه خودش مقبول بکنه. آثار یادگار حضرت مولانا هست حفظه الله و یادگار شما مردم عزیزی، و این مدارس هم یادگار شما هستن، دست نشانده شما هستن، شما این را گذاشتید و عمل باقی شما و اثار من دگار این مدارس حمایت کنید. و همچنان تعلیم را و تحصیل را در هر بخش است مورد حمایت خودتون قرار بدید و الله سبحانه و تعالی توفیق عنایت بکنه. الحمدلله دانشگاه کار کرده و وضعیت تغییر خورده، ولی هنوز بی سوادی بیداد میکنه توی منطقه بلوچستان و ما آخری استانیم در کشور که از لحاظ سواد و تحصیل استان ما عقب مانده هست، خصوصا ناحیه بلوچستان بیشتر از سیستان دارای مشکله. ولی لحاظ نیاز است که هم دولت توجه کنه، هم شما مردم عزیز توجه بکنن و استان پیش بره و جلو بره از لحاظ سواد، از لحاظ تحصیل و تخصص. این دانشگاه را تقویت کنه، مدارس دولتی تقویت بشن، سیاست ها در آموزش و پرورش و هم در وزارت علوم تغییر پیدا بکنن، به نحوی که بیشتر مردم پای جوانان ما، پای مردم ما به دانشگاه کشیده بشه، به مدارس دولتی کشیده بشه و برن دنبال علم و تحصیل و سواد. و آخرین نقطه که خدمت شما عرض می کنم این است که واقعا عمل کرده شما مردم عزیز در انتخابات بسیار واقعا افتخارآمیز بود، نشان آنه که شما مردم چه اندازه بیداری دارید، شناختتون چه اندازه زیاده. الحمدلله گاهی گفته میشه که مردم ایران، بنده این کلمه گاهی از زبان بنده جاری شده است که مردم ایران تمام کارشناسان و تمام اندیشمندان را و سیاست مداران را غافلگیر کرده، برخلاف آنچه که در رسانه های دنیا پیش بینی میشد. مردم ایران حضور پیدا کردن در صحنه انتخابات که گفته شرکت کنندگان کم، شرکت کنندگان زیاد شده، کم نبوده. و مردم گفته که انتخابات به مرحله دوم می انجامه، بر همه کارشناسا اتفاق نظر داشته، گفته فیروز امکان پذیر نیست در اول، و مردم غافلگیر کرده کارشناسان و خبره های داخل و خارج را، و در اولین مردم مرحله کسی را رای دادن که گفت من با کلید تدبیر مشکلات های داخل و خارج حل میکنم. با کلید تدبیر نبازو، با تدبیر، با اندیشه هم مشکلات داخل و عدد حل میکنم خارج را. الحمدلله شما مردم با انسجام علماء دانشگاهیان معتمدین و ریش رفیدان اکشار مختلف به نحوی عمل کردید که واقعا سربلندی برای استان ما مردم ما آفریدید. 90%، 95%، 80% آخری 70% رای شما منسجم شد، متحد شد، به تدبیر این رای را ریختید. به کسی که گفت که من حقوق اقوام و مذاهب را، حقوق قانونشون را مراعات میکنم و مشارکت میدم اقوام و مذاهب را، و الحمدلله ما امروز خوشخبری که رسید همین بود که الحمدلله اختلافاتی که دنیا با ما داشت در رابطه با حق فناوری هستی که حق ملت ایران بود، حق مسلمه، شما میگفتید حق مسلمه ماست، مسئولین شما میگفتن
امروز همه قدرت های امضا کردن که حق مسلمه ملت ایرانه و این یکی از موفقیت های بزرگ در دنیا. الحمدلله شما مردم موفق شدید و این موفقیت موفقیت بزرگ حساب میشه برای دولت تدبیر و امید که با حمایت مقام معظم رهبری این ها رفتن وارد مذاکره شدن و الحمدلله این مشکل حل کردن و این بمبست الحمدلله شکسته شد و انشاءالله این دلارهای شما که مسدود شده بودن سرمایه شما درشون باز میشه به سمت شما و انشاءالله خیلی از مشکلات امیدواریم که حل بشه. و یک نکته ارز کن، اولی ملاقاتی که با جناب آقای روحانی داشتم، من هر کسی به هر حال باید حرف خودش را بزنه و آنچه که فکر میکنه، من گفتم که شما دو تا مشکل در خارج دارید و دو تا مشکل در داخل، مشکلاتی در داخل دارید و گفتم که مشکلات توی شما فرموده بود که مشکلات خارجی را و داخلی را با کلید تدبیر حل میکنه. من با فکر خودم گفتم که شما دو تا مشکل، مشکل اولتون هستیست و شما با تدبیر این مشکل از سر را بردار و فیروزی بزرگ برای ملت ایران شما، و دومی مشکل خارجیتون همین منازعاتی که مسلمانان درگیرن در عراق، در شام و سوریه، در بحرین، این مشکلات با تدبیر شما میتونید حل کنید. اگر این مشکل شما حل کردید از سر راه ملت ایران مشکلات بزرگی برداشته شده است و انشاءالله دنیا به صلح می آید و به هر حال سایر مشکلات ملت و مشکلات درونی، من خدمت رئیس محترم عرض کردم که به نظری بنده مشکلات داخلی را شما می توانید همین اختلاف احزاب و جناها و اقوام و مذاهب هم می توانید با تدبیر حل بکنید. شما افراد معتدل جناها را بیارید بکار کنار هم، اینا را کار بدید و بنشانید، افراطیونشون را نیارید کار ندید و افراد معتدل اقوام و مذاهب اگر شما بیارید مشارکت بدید در امر و انشاءالله شما را الله تعالی فیروز خواهد کرد و شما سبب خیر میشید برای ملت ایران که به شما این راه را دادم و به شما اعتماد کردم. بهرحالو از نظرات بنده نظرات بهتری داشت، من نظر خودم را از خیرخواهی عرض کردم و الحمدلله امروز هنوز ما خوشحالیم که رئیس بر همین عقیده دولت به همین عقیده هست که اقوام مشارکت بده، مذاهب مشارکت بده، هنو همین حرفا را میزنه. الحمدلله افراد معتدل از اصلاح طلبان، از اصول گرایان روی کار می آورد و این بهترین سیاست همینه و من گفتم که این میتونه صلح و به هر حال گفته اتحاد اتفاق ملی به وجود بیاورد و فراجناهی عمل میشه، فرا مذهبی فرا قومی بهترین راهی برای موفقیت. الحمدلله رئیس خودش این حرفا را در حال در انتخابات میگفته، خودش صحبتش هم همین بوده است و الحمدلله امروز شما میبینید جناب آقای مبارکی که از خود شما هست امروز مسئول گذاشتن در عرض کنم که بندر آزاد، مدیر عامل بندر آزاد هم و به شما داره اعتماد میشه و هم انشاءالله استاندار هم تعیین شده است میآید با حمایت شما. ما قبلا گفتیم بارها که کسانی که رای دادن حمایت هم میکنن، با حمایت شما مردم انشاءالله استاندار جدید میآید و ما امیدواریم که بتوانند در راستای وعده هایی که رئیس محترم جمهور داده به مردم، ملت، اقوام و مذاهب، انشاءالله بتوانند تعادل ایجاد بکنند، عدالت اجرا بکنند بین مذاهب، عدالت بین اقوام، عدالت. پاکستان ما از تنوع قومی و مذهبی برخوردار است و انشاءالله این آینده روشنی است، انشاءالله آینده امیدوار کننده است و از لحاظ
فکر بشری و انسانی بقیه خدا میداند علم غیب دست پروردگاره. ما امیدمون همینه که عصر به هر حال دوره تندروی گذشته و انشاءالله دوره اعتدال، تندروی جواب نخواهد داد و افراد جواب نخواهد داد و الان همه به این نتیجه رسیدن، تقریبا این نتیجه که رسیدن که باید در کشور اعتدال به مسیر اعتدال حرکت بکنیم. راه اسلام راه اعتداله، راه خدا راه اعتداله، راه قرآن راه اعتداله. و شما مردم عزیز انشاءالله امیدوار باشید که آینده الله تعالی رحمت مزید نازل بکنه. ما زاهدان که آمدیم تا چابهار، یک چیزی که مایه خرسندی ما شد خیلی و خستگی را بر ما آسان کرده می که تمام منطقه را باران رحمت فرا گرفته بود. الحمدلله بسیاری جا رودخانه زنده بود، بعد هنوز سیل جاری بود و این رحمتی که الله تعالی به موقع فرستادن، بهترین موقع باران ناد و نشان آنی که الله رب العزت می خواهد به ما رجوع کنه، به ما برگرده. و این مشکلاتی که عالم اسلام گرفتاره، دست و پنجه داره لرز میکنن مسلمانان، به مشکل بزرگیه مسلمانان، در مصر گرفتارن، در فلسطین گرفتارن، در افغانستان، در پاکستان، در شام، در عراق. و این من و شما غافل از این مشکلات نباشیم، باید دعای خیر بکنیم و توسل بجوییم به رحمت الهی که الله این مشکلات را رفع کنه. امروز مسلمانان در سطح دنیا در آزمایش الهی قرار دارن و الله نگاه میکنه که مسلمانان چه فکر میکنن، آیا صحیح فکر میکنه یا غلط، آیا مسلمان میرسه به اون نقطه اضافهش، به آنجا که باید برسه یا نمیرسه. و الحمدلله امروز بیداری اسلامی موجود میزنه، امروز مسلمان نتیجه گرفته که در مسیر غیر مسلمانان که مسلمانان رفتن در راه غرب، مسیر غرب و مسیر آیا همه کشورهای غیر اسلامی که مسلمانان رفتن، دیدن نتیجه نگرفتن. تنها رای اینه که مسلمان بشه و برگرده به الله تعالی و مسلمان تکیه کنه بر اسلام و اسلام را باور بکنه بیشتر و به خودشون مسلمانان برگردن و خودشون باور کنن و به سوی الله رجوع کنند. الحمدلله حالا شما حرمین شریفین وقتی تشریف میبرید و احوال حرمین شریفین دریافت بکنید، واقعا چهرهای جدید در حرمین الله پیدا، چهرهایی که در گذشته نبوده است موجوده. در رمضان در مراسم حج نشان بیداری مسلمانان و برگشت مسلمانان به دین اسلام. عزیزان من و شما از جامعه دیگه نمونیم. من این مسئله را مجدد خدمت شما تاکید می کنم که راه نجات من و شما تنها و تنها در دین مبین اسلام، راه نجات من و شما در زنده کردن احکام اسلامی در زندگیه، زنده کردن شریعت، زنده کردن سنت در زندگیمونه. ما در زندگیمون زنده کنیم احکام اسلام و پابند باشیم به دین، الله رب العزت بر ما رحم خواهد کرد و مشکلات ما را حل خواهد کرد. تاکید میکنم من در خدمت شما که امنیت منطقه باید حفظ بشه، اخوت و برادری حفظ بشه و بدترین چیزی که دشمنان اسلام برای ما پیش بینی میکنن و برای ما آرزو میکنن و خواب میبینه اینه که تفرقه درست بکنن، مسلمانان به جان هم بیندازه، اقوام و مذاهب بین شیعه و سنی درگیری درست بکنن، بین سنی و سنی، بین شیعه و شیعه و درگیری درست کنه، اختلاف و به اهداف خودشون برسن، تفرقه بیانداز و حکومت کن، اما سیاست دنبال میکنن. و لحظه هم اخوت و برادری باید بین همه مذاهب اسلامی و فرق حفظ میشه و هم مرزهای ما باید امن باشن و در سایه امنیت ما بتوانیم استان مناوات بکنیم. سرمایه گذاران بیان، حالا بندر آزاد در دست
خود مردم شما هست، فرزندان شمایه، شما سرمایه گذاری بکنی، منافع این بندر بتونه برگرده بیشتر به استان، برگرده به خود چابهار، مردم چابهار، کنارک، مردم این منطقه اولویت دارن که استفاده بکنن، به جای برسن، مشکلاتشون حل بشه. و الان انشالله تلاش میکنن عزیزان ما و زحمت میکشه انشالله برای اینکه به هر حال منطقه این گرسنگی و فقر از منطقه انشالله آینده مسائل است، حرفای است که ما شنیدیم و انشالله به منطقه بیشتر رسیدگی میشه از جهتهای خیلی جهتهای مختلف. و ما امیدواریم که استان آباد داشته باشیم، فقر تندستی از منطقه ما بره و مردم بتوانن کسب و کار و مشغل کاری داشته باشن، الله را آزادانه بندگی بکنن، آزادی مذهبی و دینیشون کامل باشه و الله تعالی را بتوانن راحت بندگی بکنن. ما نظام جمهوری اسلامی که نظام دینی هست، برای ما بهترین نظام وقتی مشکلات ما را بتوانه حل بکنه و نگرانی ها را برطرف بکنه. به هر حال چه چیزی بهتر از نظامی که اسلامی باشه ما میخواهیم و ما امیدواریم که انشاءالله مشکلات آینده حل بشه و فریشانی ها رفت بشه و الله تعالی هم دین ما را پیشرفت عنایت کنه، از لحاظ دینی پیشرفت داشته باشیم، هم از لحاظ دنیوی. من این آخرین نکته عرض کنم خدمت دوستان که ما آرزوی مولانه که همه مردم ما نمازی بشن، از خدای تعالی این سوال کردیم و این دعا کردیم و خواستیم که خدایا یک نفر هم بی نماز نباشه، همه نمازی، همه با تقوا، همه دیندار، همه قرآن خوان، زن و مرد، همه قرآن خوان باشه. الحمدلله مکاتب قرآنی که در بخش خواهران کار میکنن رسالت بزرگی را انجام دادن و الحمدلله زنان برند، مردان که دانشگاه میرن، اینا باید در ایام که دانش آموز هستن و ایام دبستان اینا یا مدارس راهنمایی قرآن یاد بگیرن. مکاتب هر مسجد مکتب داشته باشه و فرزندان مرا، بچه های مرا، پسران مرا قرآن بیاموزد و در خانه خانه دختران ما قرآن یاد بگیرن، محل قرآن باشه و اگر این کتاب خدا در میان ما باشه در خانه های ما تلاوت بشه، از این سعادت چه سعادت بهتر. الله رب العزت سعادت را نصیب همه ما بگرداند و موفق بداره. از این که در حال مصدق شدم و حضرت مولانا اینجا نشسته بود، برای منم مشکل بود که مولانا مریضن و در حال در مجلس نشستم و به همین حرفایی که زدم خدمت شما گفته شد اکتفا میشه، به امید این که الله رب العزت به برگاه خود قبول بفرماید و مشکلات دنیا و آخرت ما را حل بکند. دعای شما الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فلله الحمد رب السماوات رب الأرض رب العالمين، وله الملك
الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصل وسلم وبارك عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وملائكتك المقربين وعبادك الصالحين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا 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 ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فروردگارا متوسل بشيم بالدعاء كتو بآدم عليه الصلاة والسلام وآدم بهمين دعاء مورد مغفرت قرار گرفت. پروردگارا متوسل میشیم به دعای که تو به حضرت دل حضرت یونس انداختی و او در شکم تاریک مائی و در دریای در داخل آب و تاریکی های آب فریاد زد و ناله کرد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. آدم سرگردان شد، خطای مرتکب شد و سرگردان. چه سرگردانی بر آدم آمد، چقدر آدم با بنبست مواجه شد، روبرو شد، از بهشت الله آدم بیرون کرد، خارج کرد و در زمین و کره خاکی آورد و گذاشت. آدم به جای گریه میکنه، هوا به جای گریه میکنه، این همه پریشانی پریشانی لغزش گناست. و یونس علیه السلام خطای مرتکب شدن و گرفتار شکم ماهی شدن در دریا در شکم ماهی فریاد زدن لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. خدایا تو پاکی. و حضرت یونس گفت من ظالم و بی انصافم که ترا فستو الی العالمین بدون اینکه دستور بگیرم هجرت کردم و فرار کردم از یک منطقه و به دیگه منطقه خواستم برم برای خدمت و منتظر دستور تو نماندم و یونس در شکم ماهی فریاد میزن. اینا بندگان پاکن، اینا بندگان مقدسن. الله به ما تعلیم میده که آیا مردم شما راه نجاتتون وقت گرفتار گناه شدید و خطا شدید آن که به ظلمایتون به گناهتون اعتراف کنید و من فریاد بزنید. پروردگارا راه خلاصی نیست، راه نجاتی نیست، راه فرار نیست به جز اینکه به تو پناهنده بشیم، به تو فرار بکنیم و دست گدایی را به سوی تو دراز بکنیم و از تو الی العالمین کمک و مدد بخواهیم. پروردگار زندگی من را در تکثیر، در کوتاهی، در غفلت، در گناه سر کردیم. الها عملنا به امن رسیح کردیم.
الها دلای ما زن گرفته دو سخت شده، گوشای ما سنگینه و چشمای ما خشکه، الها ربا دلای ما تکان و لرزش ندارن از بس که گناه نشستن، غبار گناه در دلای ما نشستن. پروردگارا هیچ راهی نیست، هیچ پناهگاهی نیست جز پناه تو، به سوی تو دست گدایی را دراز میکنیم. پروردگارا تو را فریاد میزنیم، تو را ندا میکنیم، یا رب العالمین، یا الله، یا الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا كريم يا رحيم، يا رؤوف يا رحيم، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش بما ترحم بفرما در رحمتت را به سوی ما بکشا، در بدل جوز و کرم را بر ما بکشا، به ما نگاه نکن، به فضلت و رحمتت نگاه کن. پروردگارا به شایستگی ما نگاه نفرما، به شایستگی خدا کرم کن، دریاب مرا به رحمتت، دریاب مرا به مغفرت. گم شده توییم و پروردگارا به سوی تو برمیگردیم، برگشتیم به سوی تو و از همه گناه مرا توبه عزیزان من توبه را نیت کنید و عزم توبه را بکنید در دلای تو. پروردگارا برگشتیم به سوی تو و نظر رحمت و لطف تو را میخواهیم، بی کسیم و بی وسیم و بی درمان. پروردگارا ربا دریاب ما را و دریاب ملت مسلمان را، دریاب برادران و خواهران ما را، در جا بلادی که با بمبست مواجه قتل عام میشند و کشته میدند و مشکلشون هنوز کسی نیست حل کنه. پروردگارا ما را دریاب و همه اهل ایمان را دریاب، در هر جا هستن دریاب، بشریت و انسانیت را به هدایت دریاب. پروردگارا برگردم ملت مسلمان، مسلمان کن ما را، مسلمان واقعی بگردن، مسلمان عامل بگردان به شریعت بیضا، به شریعت غرا، به اسلام عامل بگردان بدین، مسلمان نمازی کن، همه ما را توفیق نماز عنایت بفرما که به اولیاء عنایت فرمودی، به خاصان و مقربان پروردگار رب مشکلات ما و همه مسلمین حل کن، مشکلات دین و دنیای ما را حل کن، گره کشایی کن. پروردگارا بمبسته را از سر را بردار، پروردگارا مردم عزیز ما را استاد ما را نمازی بگردار، دیدار بگردار. پروردگارا این منکرات و معاصی و سلطه نفس و شیطان را از سر مردم ما بردار، ملت ایران مسلمان با هدایت
بده پروردگار، برگردان بدین پروردگار ملت مسلمان، همه برگردان بدین یک بار دیگر دور ایمان را، الالعالمین اعمال خیر القرون را، ایمان خیر القرون را، اخلاق خیر القرون را تکرار بگردان، سانهای گذشته و خیر القرون را در میان ما تکرار بگردان، بار دیگر مسلمانا مسلمان کو، بار دیگر آل ایمانا مؤمن بر حق بگردان، بار دیگر ما را آل سنت واقعی بگردان، برای اللهم آل سنتی میں اللهم آر آل سنت واقعی بگردان، اے روی حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء راشدین و صحابہ و آل بیت، فروردگارا نصیب ہمیں بگردان، فروردگارا مارا زندہ کن با ایمان، زندہ کن با دین، زندہ کن با اسلام، پروردگار زن و مرد و کوچک بزرگ مارا دیندار بگردان، متدین و متقی بگردان، پروردگار دستگیری کن مارا و مردم مارا دستگیری کن، فقر و فاقه و گرسنگی را بردار، روزی حلال و فراوان نصیب کن، و دین هدایت کامل نصیب بگرد، پروردگارا استان ما را و مردم ما را ما الالعالم به علم و دانش و سواد و تحصیل رهنمایی کن، و الى منطقه را منطقه علمی بگردان، پروردگارا اینجا علماء ربانی، علماء بزرگ و علامه ها و فقه ها و محدثین سرزمین و دیار بزرگان بگردان، مدارس ما را پیش رفت و ترقی عنایت فرما، مردم ما را حامی علم و دانش بگردان، و آخر بار دیگر منطقه ما را منطقه اهل تخصص و اهل تحصیل و محل مخترعین و مبتکرین و صاحبان ابتکار بگردان، در هر دو عرصه دین و دنیا ترقی و پیشرفت عنایت فرما، هم استان ما را کشور ما را ممالک اسلامی را پروردگارا ربا فیصله خیر کن، رحمت ها را نازل، عاقبت ما را بخیر بگردان، استقامت در دین و خاتمه با ایمان، انگیزه های ما را الهی بگردان، انگیزه های ما را در تمام دین و دنیای من خدایی بگردان، ما را الی العالمین پروردگار هدایت کامل عنایت فرما، پروردگار رب روح بلند حضرت مولانا عبدالعزیز، حضرت مولانا محمد عمر و سایر علماء ما را و لیاکان و گزشتگان را در بہترین رحمت جا عنایت فرما، پروردگار قبرستان آئے ما را و مسلمین آغاری کی رحمت بگردہ، پروردگار والدین و عزیزان ما را مغفرت بفرما، پروردگار قبرستان آئے منطقہ را ما را مغفرت بفرما، پروردگار رحمت آئے خدا اترا خاص اترا بر مردم این شهر و این منطقه و همه ما، بر مرده ها و زنده ها نازل بفرما، برکات و خیرت را نازل بفرما، پروردگار حضرت مولانا را شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، و عمر با برکت مولانا را نصیب بفرما، پروردگار علماء ربانی ما را و صالح ما را حفظ بفرما، و علماء ما را حقانی و ربانی بگردان، تحصیل کرده گان ما را، دانشجویان ما را، طلاب و فرهنگیان ما را صالح و نیک بگردان، مردم ما را مردم با خدا بگردان، و اله العالمین هدایت کاملشون نصیب بفرما، دین و دنیای ما و مردمون را آباد بفرما، پروردگارا دنیا و آخرت را آباد بفرما اله العالمین، و پروردگارا ربا درار خیر دنیا و آخرت را نصیب همه ما بگو، مریضان شفا بده اله العالمین، ورشکستگان حالشون را درست بفرما، زندانی ها را وسیله آزادی عنایت، بی اولادان اولاد بده، و جمیع کسانی که هر مشکلاتی دارن
پروردگارا مشکلات شر حل بفرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. امين امين امين. برحمتك وردودك خلفك.